دکتر عبدالله عبدالله اظهارات هم به معنای سقوط دادن نظام نیست. آقای عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی ناوقت دیروز در جمع هوادارانش در مورد تحولات اخیر از روز پنج شنبه سبب تنش میان ارگ و سپیدار شده بود رایزنی کرد و گفت که اظهارات وی ناشی از قهر و احساسات نبوده، بلکه به دلیل این بوده که مردم از جریانات داخلی و مشکلات حکومت آگاه شوند. اما اگر این اظهارات آقای عبدالله به معنای سقوط نظام نیست، به معنای بی‌ثباتی، ایجاد بی‌ثباتی سیاسی که است، در چنین وضعیتی که هر روز یکی از ولسوالی های ما به دست دشمن سقوط میکنه، واقعا موضع‌گیری ریاست اجرایه در این موقع بجا بود؟ سلام به برنامه خط کابل، خوش آمدید. من امین بابک هستم و مهمانم آقای آمونشای آصفی، تحلیلگر مسائل سیاسی. بسیار خوش آمدید آقای آصفی. شکر آقای بابک. بسم الله الرحمن الرحیم و عرض سلام خدمت شما و بیننده شما. میفهمین که دو سال پیش یک حکومت به نام حکومت وحدت ملی به وجود آمد. حکومت وحدت ملی یعنی حکومت ائتلافی است. حکومت ائتلافی در باز یک شکل عادی حکومتداری نیست، اما در حالت اضطراری در رژیم هایی که ادعای دموکراتیکی را دارند، یا وقتی که یک بحران سیاسی می باشه یا بحران اقتصادی می باشه یا جنگ می باشه، بهترین مثالش در جنگ دوم و یک محافظه‌کارا در انگلستان و قدرت بودن، حکومت چرچل، حکومت کارگر، اعضای کارگر هم در حکومت اشتراک داشتند. یا در حالت دیگه حکومت ائتلافی وقتی که در انتخابات یکی از احزاب نمیتونه که اکثریت بگیره، مجبور میشه که یک ائتلاف بکنه با طرف مقابل، حتی با احزاب مخالف خود. شما میفهمین که انتخابات دو سال پیش جنجال برانگیز بود. من تنها به کمیسیون انتخابات ملامت نمیکنم. انتخابات در شرایط موجود افغانستان که در حالت بحران است، در حالت جنگ است و حکومت سلطه نداره به تمام اطراف و اکناف وطن، کار مشکل است. من یقین ندارم اگر سال آینده انتخابات شوه، این انتخابات هم بسیار انتخابات ایدیال باشه. اما جنجال های حکومت وحدت ملی ناشی از ساختار حکومت است که بیشتر گفته میشه که خب برخلاف قانون اساسی شکل گرفته، و یا هم ناشی از برخوردهای شخصی دو رهبر حکومت وحدت ملی؟ اینطور است که این مائده سیاسی که با میانجیگری وزیر خارجه امریکا صورت گرفت بنیاد حقوقی نداره، یک مائده سیاسی است. و مائده سیاسی وقتی که دو جناح مائده میکنن، باید است که هر دو جناح هم متنشه و هم روحی از او را احترام کنن. بنده شروع برای موفقیت از این فرمول گفتم خدمت بزرگا، این فرمول به یک صورت میتونه که موفق باشه که این دو بزرگواره که باید رئیس دولت و رئیس اجرایه هستن، باید است بسیار صمیمانه و برادرانه همکاری کنن، و اگر نه این جنجال ها روز به روز میشه. حال که همکاری نکردن بعد از دو سال، یعنی توافقنامه سیاسی هم زمانش پایان مییابه، در دو سالگی توافقنامه سیاسی نه این کمکاری کردن بلکه تقابل انجام دادن. ما پروسه شده که مطرح کردم، در وضعیت موجود یعنی شما واقعا این موضع‌گیری ها را به جا میبینید به خاطر ثبات کشور؟ من طرفدار از این نیستم که در این وقت تشنج زیاد شود، اما باید است که یک صحبت صریح و صمیمانه بین دکتر عبدالله و دکتر اشرف غنی صورت بگیره. اما آقای عبدالله دیناروز که گفت که ما دیگر موقفم تغییر کرده و برخوردم هم تغییر کرده با حکومت، تا جایی که من دکتر عبدالله رو میشناسم طرفدار بحران نیست، طرفدار پاشیدن از این دولت وحدت ملی نیست. شما ببینید ما در حالت جنگ هستیم، در حالت بحران هستیم، نصف از ولایت های ما زیر تهدید است. یک لحظه فکر کنین که امی حکومت اگر سقوط کرد چی میشه؟ اقلا چندین ولایت با اونجا مخالفین مسلح افغانستان مسلط میشه. اما درست است که نظام از کابل از داخل سپیدار و ارگ ریاست جمهوری سقوط نخواهد کرد، ظاهرا دست دشمن تا گردن ما رسیده، تا دروازه‌های کابل رسیده. دیشب ما شاهد سقوط در امین بحرانی که دو رهبر حکومت وحدت ملی مصروف بودند، دندقوری بغلان سقوط کرد. فکر نمی‌کنید که اگر این تنش‌ها با امین برخوردهای
دو طرف ادامه پیدا بکنه. رئیس اجرایی یک چیز میگه، رئیس جمهور میگه او را نقد میکنه. یعنی به این باور نیستین که نظام سقوط خواهد کرد؟ نه، نظام انشاءالله سقوط نمیکنه. من فکر میکنم که مشکلات انشاءالله به زودی حل شد. و دیروز هم خدمت دکتر سبمی عرض کردم که هر چی زودتر مذاکرات روبرو با شخص دکتر سب، دو نفر تعلیم یافته، دو نفر مدبر، و گمان نکنم که اینها مملکت به جای برسانند که به یک بحران شدیدتر مواجه شوه. من یا خوشبین هستم یا حقایق به می ترتیب میبینم و انشاءالله به زودی این بحران به نظر من یک نقطه پایان میاد. اما به جای اینکه این مسائل خیلی رسانه ای مشتاق یوسفی، مثلا رئیس اجرای روز پنج شنبه با الفاظ تند از عملکرد رئیس جمهور انتقاد کرد، رئیس جمهور روز جمعه پاسخ داد، دیروز هم بحث دوسیه های فساد، برخورد با فساد و مسائل دیگر خیلی تند از طرف آقای عبدالله مطرح شد که این روز از طریق رسانه پخش شد. فکر نمی کنید که دیگر جای مذاکره را بسته کرده و بحث عقده گشایی را باز کرده؟ دکتر عبدالله چی میخواد؟ تطبیق مائده سیاسی که به میانجیگری وزیر خارجه امریکا صورت گرفت، نه از او زیادتر میخواد، نه از او کمتر میخواد. و برای ازی یک صمیمیت لازم است و همکاری و حسن نیت دو طرفه. حسن نیت چی وقت وجود آمده میتونه که تماس مستقیم باشه؟ یعنی فکر نمیکنید که کنون فضای صمیمیت از بین رفته در اون حکومت؟ اگر رفته پس ایجاد میشه، چرا نمیشه؟ دو افغان هستن، دو مرد تحصیل کرده هستن، دو مردی که مسئولیت های بسیار بزرگ تاریخی به دوششان است. اما زمانی که شما میگین ترمیم میشه آقای یوسفی، زمانی که بحث ملاقات رو در روی رئیس جمهور با رئیس اجرای روز شنبه مطرح میشه، اما اکنون دو شنبه است، چی فرق میکنه؟ تا اکنون که صورت نگرفته و با گذشت هر روز بحران بیشتر میشه، فکر نمیکنید که درس کلانتر شده؟ نی دوشنبه، یک شنبه نی، دوشنبه، دوشنبه نی، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، فاصله ریاست اجرایی و چی بسیار نزدیک است. و چیزی که اینا رو میگم که احتیاط کنید، از سالوسین بالخیر است، یک تعداد مردم به هر دو جناح این آتش رو میخواین پکک کنن برای استفاده های شخصی خود. اما عامیانه میگن که گرمیان دو تن جنگ چون آتش است، سخنچین بدبخت هیزم کش است. در اینجا اشخاص صالح باید از کوشش کنند که بالای اول آتش نیست، بالای امیچی که آب بریزن از اینکه دک پکه کنند. آقای یوسفی، یعنی فکر نمی کنید که موضوع پکه شدگی است؟ رئیس جمهور گفت که واکنش های دکتر عبدالله عبدالله به خاطر ازی است که ما دوسیه های برخی از مفسدین را روی دست گرفتیم. آقای عبدالله گفت که ما سند داریم از فساد های بین المللی و گفت که ما در فساد پیش قدم هستیم. یعنی بحث تقابل حرفا، فکر نمی کنید که این کشور بحرانش بیشتر ساخته و تا این فضا ترمیم میشه خیلی وقت می طلبه؟ چرا به صحبت های دیگه که فرض کنید دکتر اشرف غنی دیروز کرد که اگر پشتو متل را گفت که اگر تو پاهی تنها توستی نه تو خاط باشی نه من، اگر بوی که تو هم هستی ما هم هستی مردی ما می باشی. من زیادتر این گپی از او جلب توجه میکرد از گپ های دیگه. مسئله فساد شما میفهمین که اینقدر فراگیر شده که در او حاجت بحث نیست و ما میفهمیم که فساد در کجا هست و هیچ کس گفته نمیتونه که فساد تنها در یک جای است، عام است. یعنی شما فکر میکنید که در وضعیت موجود، ما بار دیگر میخواییم که سوالم به قسم دیگر پرسیدم، سوالش رو پیشتر پرسیدم، در وضعیت موجود که هر روز ولسوالی های ما سقوط میکنه، در هلمند، فاریاب، بدخشان، بغلان، لوگر و غیره، در تمام ولایت ها جنگ جریان داره، دشمن با تمام قوت جنگ میکنه، اینجا یک سفارایی خیلی خطرناک مانند دوره انتخابات در اردو بخش حکومت صورت میگیره، هم در ریاست اجرایی هم در ریاست جمهوری، یعنی جای ازی بود؟ من تماس نزدیکتر با دکتر سیف عبدالله دارم، از دکتر سیف اشرف غنی هم شناخت دارم. با شناخت از دو شخصیت من گمان نکنم که یکی از اینا بخواین که افغانستان طرف یک بحران دیگه ببرن، و از این من اطمینان دارم و من یقین دارم که به زودی انشاءالله این مشکلات حل خواهد شد. اما افغانستان که کنون به بحران رفته، یعنی موضع‌گیری آقای عبدالله خیلی تاثیر داشته روی وضعیت سیاسی؟ درست، بعضی وقت شما بعضی حقایق باید بگوین.
و به دو سال قناعت نبود ترتیبی که حکومت پیش میرفت. باید است که اصلاحات صورت بگیره و خواهشات هر دو طرف باید مد نظر گرفته شود و در پهلوی از این ما میفهمیم که حالت جنگ است در افغانستان. از این خاطر هر چی زودتر به مفاد افغانستان است که این غلط فهمی یا مشکل باید است که حل شود و میشه و من یقین دارم. آقای یوسفی شما گفتین که این غلط فهمی و مشکل حل خواهد شد، اما پیشتر شما گفتین که برخی از کسایی هستن که این مسائل دامن میزنن، یعنی بر اساس اطلاعات عمق اختلافات اکنون درزش بیشتر است و این که شما میگین که این مشکلات حل میشه خدا کنه حل شود، اما اگر حل نشوه، اگر واقعا یک طرف روی تطبیق اساسات و مواد توافقنامه سیاسی تاکید بکنه، طرف دیگر شانه خالی بکنه که در دو سال بیشتر کار صورت نگرفت، در بحث اصلاحات انتخاباتی تا حالا کار صورت نگرفته که هر دو طرف حکومت مقصر است، در بحث تدویر لویه جرگه که تا ماه سپتامبر باید زمینی لویه جرگه برگزاری باید انوار میشد نشده، فکر میکنید که واقعا این کارها شوه؟ اگر نشوه شانه خالی بکنه چی وضعیت پیش خواهد؟ پیشتر گفتیم که عمر حکومت برای دو سال است، بخیر دهی موافقت نامه در مورد دو سال نیست. وزیر خارجه آمریکا محمد گفت که دوران دی 5 سال است. نه، دو سال به این معنا که تا دو سال بازی کارهای بر اساس توافقنامه، بعد از دو سال سه سال دیگه بر اساس قانون اساسی باید شود. لوی جرگه باید برگزار شود. درست. اما میفهمین آقای بابک که ما در یک حالت جنگ هستیم. یک شرایط بسیار مشکل است. امکان داره که به اون تاریخی که وعده شده بود بازی کارا نشد. میفهمیم که نشد. بسیار کارا نشد. اما شما چی الटरनेटیو دارین؟ چی بدیل دارین؟ همین حکومت فرض کنین نه، در این حالت بحرانی چی میشه؟ ما صدمه بی حکومتی رو دیدیم، ملت افغانستان دیده از بی حکومتی که در یک حکومت بد و ضعیف بهتر است. با جز دوم پرسشم که اگر یک طرف تاکید بیشتر بکنه روی تطبیق مواد توافقنامه سیاسی و طرف دیگر شانه خالی بکنه، اگر شانه خالی کنه عدم مسئولیت را نشان میده، پیش ملت افغانستان و پیش تاریخ مسئول خواهد می باشن و افغانستان به بحران بردن خیانت ملی است. یعنی تا کنون در بخش تطبیق مواد توافقنامه چرا که آقای عبدالله عبدالله هم گفت بحث تذکرهای الکترونیکی هیچ کاری نشده، دو مورد دیگر که برای شما اشاره کردم، اصلاحات انتخاباتی تا کنون هم سرنوشتش معلوم نیست، بحث قانونی ساختن ریاست اجرایی در قانون اساسی افغانستان، بس برگزاری لویه جرگه، تا کنون شانه خالی شده. اگر حکومت کاری هم بکنه وقت بیشتر نیاز داره. یعنی شما به این باور هستین که این حکومت ظرفیت و توانمندی همین کارهای بزرگ داشته باشن چرا که در نخست تعهد کرده؟ بله، اگر حسن نیت و همکاری باشه. شما ببینین دو شخصیت که هست از بهترین شخصیت های ماست، اشرف غنی در امو جمله دموکرات ها، جمله تکنوکرات ها، جمله بهترین هایش است. دکتر عبدالله از افق جهاد آمده، آدم است که جهان بینی دارد، تجربه سیاسی دارد. شما هم دو نفر نباشه، یک دو نفر دیگر رو بیارین، فکر میکنین که وضع بهتر میشه. من این یک کدام خوب و بغض شخصی در بین نیست، من منافع ملت از هر چیز که در بر من بالاتر است. من فکر میکنم که همین بخیر افغانستان است که این دو شخصیت با هم غلط فهمی ها رو یک طرف بانن، صمیمانه و برادرانه کارهای بسیار خطیری که روبرو دارن و دوش دارن نیره پیش ببرن. و امی عرض امی خواهش و برای امی اردو عالی جناب به موقعش دو سال پیش کردیم. اصل مشکل امین است که اختلافات کنار بگذارن، یعنی دو رهبر حکومت وحدت ملی در دو سال نتونستن که اختلافات کنار بگذارن. بس کابینه، بس سرپرستی، بس اصلاحات در نظام، در تمام نظام، بس حکومتداری خوب، مبارزه با فساد، در هیچ بخشی یا دستاورد نداشتن، دستاورد قابل ملاحظه، هرچند کارهای صورت گرفت. فکر نمی‌کنید که در دو سالی که یا تمام مشکلات کنار نگذاشتن، به حکومتداری خوب فکر نکردن، بعد از این بتانند که کنار بگذارن؟ اینطور است جناب بابک، رقمی که به اول خدمتتان عرض کردم که حکومت ائتلافی یک شکل عادی حکومت نیست، حالت های استثنایی وجود میه. در سیستم های دیکتاتوری قطعا نیست، کسی قدرت گرفت مخالفین خود از بین میبره و این یک چیز نو بود، یک تجربه نو بود، بنیاد حقوقی هم نداره
و یگانه رایی که من شروع توصیم امی بود که با همکاری از دو شخصیت میتونه که این حکومت باز کارهایی را بکنه، نه کارهای بسیار کلانه، برای اینکه باز به یک بحث دیگه داخل میشیم. امروز این چهار مشکل که افغانستان با او مواجه است که از میراث ضرارالود حکومت سابقی آقای کرزی است، کلید حل از این مشکلات پیش از این حکومت نیست، یا قسمت پیش از اونها نیست. اگه مسئله فساد است، اگه مسئله امنیت است، اگه مسئله بحران اقتصادی است، اگه مسئله مواد مخدر است، کل گزی شاخه های بیرونی داره و به آسانی مقابل از اینا مجادله مشکل است. اما خب با حسن نیت و با همکاری بعضی کارهایی میشه که صورت بگیره. شما گفتون که کلید مشکل به دست حکومت نیست، اما کارهای مقدماتی باید صورت میگرفت. یعنی شما فکر میکنید که نسخه حکومت وحدت ملی بعد از این مؤثریت داشته باشه برای مردم افغانستان، با توجه به اینکه این نسخه در دو سال مؤثریت چنانی نداشت؟ درست. بدیل چیست؟ من خود نمیگم که حکومت موفق است، یک حکومت ضعیف است، یک حکومت است که هر روز جنجال داره. چی بدیل داره؟ خراب کردن یک نظام بسیار کاری آسان است، ما به تاریخ افغانستان دیدیم. اما یک نظام ساختن کار مشکل است. اما اپوزیسیون و حکومت به این باور هستند که خراب ساختن نظام نه، بلکه تعویض موره ها. کی؟ ما نمیخواییم که از اشخاص نام بگیریم. کی رو میاریم که وضع بهتر شد؟ یعنی شما میگین که در افغانستان هیچ کسی نیست که وضع بهتر شد؟ من نمیگم که هیچ کس نیست. اما هیچ کس معجزه کرده نمیتونه. از همین دو نفر از جمله بهترین هستن چیزی که ما داریم. خب درست است که بهترین است آقای آصفی، اما این دو نفر هستن که در نتیجه اختلافات سیاسی، عمق اختلافات سیاسی، این کشور به بحران بردن. نمیفهم چی میخواین که من بگویم. باز هم من خوشبین هستم و من یقین دارم که این مشکل حل میشه و این دو نفر اینمه قدر تدبیر دارن که این مشکل حل کنن و امید است که امی مائده را که اینا امضا کردن و فهم از اینکه بنیاد حقوقی نداره، امی را هم متنشه و هم رویشه مراعت کنن و افغانستان طرف بحران نبرن. من اینجا نمیخوایم بگم کی مسئول است کی مسئول نیست، با وجه که خب، اما کوشش ما، دعای ما به می سمت است. یعنی شما به این باور هستین که رهبران حکومت وحدت ملی در هر صورتش از بقای نظام دفاع خواهد کردن و بار دیگر روی یک میز خواهد شدن؟ من گفتم که همه قدر عقل دارن که میبینن بدیل نیست و ما میفهمیم که بدیل نیست و یک تعدادی که فکر میکنن برای چوکی که اینا پس شوند ما بیاییم، او گمان نکنم که مهمه چی باشه که کلای احد سر محمود بانیم. حالا این همی فرمول است به میان جیگری به این مللی آمده، باید است که به هر صورت مشکلات خود حل کنن و پیش برن و همین دوره 3 ساله خود به پایان برسن. در 3 سال آقای آصفی، آنچه که برمیگرده به حکومتداری خوب، شما گفتین که حکومت های ائتلافی، حکومت های تساعد، حکومت های زیاد چی نیست، حکومت هایی است که معمول نیست از روی مجبوریت ها به ایجاد میره. اما از دید شما به این باور هستین که در 3 سال آینده این حکومت، یعنی گراف بلندی از بی‌اعتمادی مردم ما داریم، بر اساس تحقیقات که آمریکایی ها انجام داده بود گفته بود که 85% مردم افغانستان از عملکرد حکومت ناراضی هستند. یعنی شما به این باور هستید که حکومت بتونه که خدمات به شکل بهینه عرضه بکنه تا این گراف بلند بی‌اعتمادی به سطح پایینش برسه؟ پیش بینی مل شروع همی بود و چندین دفعه در میسایی که دایر شد نمیر گفتم که اگر دو همی عالی جنابا نتانن که صمیمانه همکاری کنن، افغانستان طرف بحران میره و متاسفانه دیدیم که وضع قناعت بخش نیست. باز هم تکرار میکنم که یگانه راه موفقیت حکومت وحدت ملی همکاری نزدیک و صمیمانه رئیس دولت و رئیس اجرایی است. در فکر همی سمی رو برشان گفتیم و دیگه هیچ راهی نداره و زیاد شدن تنش نه به نفع از این هاست. فکر نکنیم که یکی برنده یکی بازنده میشه، هر دویش بازنده میشه، هر دویش مردم ناراضی هستن و از هر چیز زودتر کوشش کنن که اطمینان مردم چی کنن و این بازی های خودخواهی را یک طرف بانن. شما که ارتباط نزدیک با آقای عبدالله دارین،
یعنی تنش ها کنون در حال افزایش است با توجه به موضوعگیری تندی که دیروز هم صورت گرفت در جمع هوادارانشان و یا هم در در کاهش؟ تا جایی که من شناخت از دکتر عبدالله دارم و کمی از دکتر اشرف غنی دارم، این اشخاص مسئول هستند، اشخاص غیر مسئول نیستند. یکی من هرچی که دلم میخواهم میگم، یک نفری که مسئولیت مستقیما به دوشش نیست، اما وقتی کسی اجرا یک مسئولیت عظیم به دوش گرفته و در حالت بحرانی، من یقین دارم کردی از اینا مسئولانه رفتار خواهد کردن و مشکل حل خواهد کردن. یعنی شما خوشبین بر این هستین که مشکل به زودتری فرصت حل خواهد شد؟ من خوشبین هستم، امید است که من اشتباه نکرده باشم. بسیار تشکر آقای اومانشاه آصفی از حضورتان در برنامه خط کابل امشب. تشکر از شما. و از شما تشکر بیندو عزیز که این بحث با ما تا کنون صمیمانه دنبال کردید. همکارم رازق یار پس از وقفه کوتاه مروری بر روزنامه و سایت‌های خبری دارد. خدا نگهدار. سلام و وقت بخیر، من رازق یار هستم. شما بیننده مرور بر روزنامه ها و پایگاه های مهم اینترنتی امروز هستید. ادامه انتقاد های عبدالله رئیس اجرای حکومت و سقوط ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان موضوعات اصلی گزارش های تحلیلی و خبری روزنامه ها و پایگاه های اینترنتی امروز است. در حالی که هیچ نشانه از حل اختلافات سیاسی موجود میان رئیس جمهور و رئیس اجرای حکومت وحدت ملی دیده نمی شود، مقامات ریاست اجرایه می گوید یکی از نقاط اساسی اختلاف عدم عملی شدن کامل توافقنامه سیاسی است. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه می گوید توافقنامه سیاسی نه تنها این که تطبیق نشده است، بلکه برای تطبیق آن اقدام لازم هم صورت نگرفته است. در ادامه همین اختلافات یک منبع ریاست جمهوری می گوید آقای عبدالله در چند روز گذشته جلساتی که در ارگ برگزار می شود حضور نداشته است. از سوی دیگر پایگاه اینترنتی صدای آمریکا نگاشته به دنبال تنش‌های اخیر میان رهبران حکومت وحدت ملی، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد، سفیر و نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان و سفیر هند در کابل با عبدالله رئیس اجرای حکومت وحدت ملی دیدار کردند. دفتر مطبوعات ریاست اجرایه گفته است که تمامی این دیدارها به خاطر فروکاستن تنش‌های سیاسی موجود میان رئیس جمهور و رئیس اجرایه و برگزاری وضعیت سیاسی افغانستان به حالت عادی بوده است. صبح امروز یک انفجار در مربوطات ناحیه نهم شهر کابل رخ داد. وزارت داخله کشور میگوید که در این رویداد 3 فرد ملکی زخم برداشتند. نجیب دانش معاون سخنگوی این وزارت به رسانه ها گفته است که این انفجار ناشی از یک ماین جاسازی شده در یک موتر نو سراچه بوده است. تا حالا مسئولیت این رویداد را کسی به عهده نگرفته است. نیروهای امنیتی کشور از ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان عقب نشینی کردند. محمود حقمل سخنگوی والی بغلان به بی بی سی گفته که این منطقه در پی حملات شدید طالبان و عقب نشینی نیروهای دولتی به دست این گروه افتاده. آقای حقمل افزوده که نیروهای دولتی در کوههای اطراف مرکز ولسوالی دهنه غوری مستقر شده و در پی تدارک عملیات برای پس گرفتن آن هستند. گروه طالبان با انتشار پیام مدعی شدند که این منطقه را شامگاه دیروز به صورت کامل به تصرف خود درآورده و تلفات سنگین به نیروهای دولتی وارد آورده است. و روزنامه لاس انجلس تایمز در یک مقاله تحت عنوان نیروهای افغان برای حفظ و دفاع از سقوط یک شهر بزرگ دیگر افغانستان به دست طالبان مصروف نبردند به نشر رسانده. در قسمت از آن می نویسد در سلسله از نبردهای شدید در ماه آگوست در افغانستان، نیروهای امنیتی افغان با کمک حملات هوایی آمریکا در 4 ولسوالی هلمند با شورشیان درگیر جنگ شدند. روزنامه لاس انجلس تایمز می نویسد تقریبا یک سال بعد از اینکه شهر کندوز به مدت کوتاه به دست طالبان سقوط کرد، جنگ و درگیری در اطراف شهر لشکرگاه مرکز هلمند یک خطر بزرگ برای کنترل حکومت افغانستان در ساحات استراتژیک به شمار می رود. سپاسگزارم از همراهیتان. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.